و امید شکری، محقق ارشد دانشگاه جورج میسون و استراتژیست انرژی از واشنگتن همراه ما هستند. آقای شکری، مشخصاً دلیل این تمدید کاهش تولید نفت از سوی برخی از اعضای اوپک پلاس بالا نگه داشتن نرخ نفت در بازارهای جهانی هستش. چقدر این سیاست دست کم در سال گذشته موفقیت آمیز بوده؟ بله، باید اشاره بکنم که در دو سال گذشته و پس از شروع بحران انرژی در اروپا، علارغم درخواست کشورهای مصرف کننده انرژی اوپک پلاس، به ویژه عربستان سعودی و روسیه، سعی کردند که سیاست واحدی را در پیش بگیرند و با نگه داشتن ظرفیت تولید خودشون بر حسب تقاضای بازار سعی بکنن که قیمت نفت پایین نیاد، چرا که اقتصاد همه کشورهای تولید کننده نفت به صادرات نفت و قیمت بالای نفت وابسته هستش و حتی برنامه‌های اقتصادی بلند مدت مثل سنت 20 عربستان و یا برنامه بلند مدت توسعه عراق، امارات و همچنین روسیه تحت تحریم به قیمت بالای نفت وابسته است. به این خاطر این کشورها از دو سال گذشته سعی کردن که سیاست واحدی رو در پیش بگیرن و قیمت نفت کاهش پیدا نکنه. و دلیل اصلی که مورد توجه قرار میگیره و از سوی سیاست که از سوی عربستان در دو سال گذشته اعمال شده، تلاش ریاض این هستش که قیمت نفت کاهش پیدا نکنه، چرا که طبق پیشبینی ها در دو سال گذشته، پیشبینی هم اوپک هم آژانس بین‌المللی انرژی و اداره اطلاعات انرژی آمریکا، بازار نفت به خاطر برخی تحولات ژئوپلیتیکی و کاهش رشد اقتصاد جهانی به ویژه در کشور چین شاهد نوسان بود و کشورهای تولید کننده نفت صلاح دیدن که ظرفیت تولید خودشون رو هم به صورت مسبب هم به صورت اختیاری کاهش بدن تا هم ثبات در بازار حفظ بشه و هم با توجه به تحولات ژئوپلیتیکی در منطقه مثل حمله حوثی‌ها به تانکرها در دریای سرخ و ادامه جنگ غزه سعی بکنن که بازار نفت کمترین تأثیر رو از تحولات ژئوپلیتیکی در منطقه دریافت بکنه. آقای شوکی، افزایش قیمت نفت در تقابل با خواسته های کشورهای مصرف کننده خصوصا ایالات متحده هستش، فکر میکنین تمدید این کاهش تولید امری تنها اقتصادی هست یا اینکه نیات سیاسی هم در اون نهفته است؟ طبیعی هستش که کشورهای عمده تولید کننده نفت همیشه منافع ملی خودشون رو مد نظر قرار دادن. حالا در این قضیه شامل ایران نمیشه به خاطر تحریم ها و اون سیاست ایدئولوژیک که هم اثر خودش رو در بخش انرژی هم نشون داده. اگر به سوال شما برگردم، تصمیمی که امروز توسط اوپک پلاس اتخاذ شد و قرار در نیمه دوم امسال هم دوباره فکر کنم همون تصمیم با دوباره مسبب بشه و ظرفیت تولید و کاهش اختیاری مد نظر قرار گرفته باشه، هم هدفش حفظ قیمت نفت، هم تاثیرگذاری بر سیاست داخلی و خارجی برخی کشورهای مصرف کننده انرژی هستش. میگه که در ماه نوامبر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو پیش در پیش داریم که هم قیمت نفت تاثیر مستقیم بر رأی مردم آمریکا خواهد داشت و هم شرکت‌های بزرگ نفتی، لابی نفتی و لابی LNG که از حامیان بایدن بود، لابی انرژی در انتخابات گذشته نقش خودشون رو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ایفا خواهند کرد که با انتخاب ریاست رئیس جمهور جدید، حالا یا بایدن انتخاب بشه یا ترامپ انتخاب بشه، بازم میتونیم شاهد ادامه تحولات بازار جهانی انرژی باشیم و هم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از بازار انرژی تأثیر میگیره و هم این تأثیر برعکس خواهد بود و در ماه‌های آینده شاهد افزایش تأثیرگذاری سیاست اوپک بر هم قیمت نفت و همچنین تحولات داخلی در کشورهای مصرف کننده نفت مثل آمریکا و چین خواهیم بود. بله، سپاس از شما امید شکری، محقق ارشد دانشگاه جورج میسون و استراتژیست انرژی که از واشنگتن همراه ما بودید.